سلام دوستان، دقت بفرمایید. در این قسمت اصطلاحاتی رو خدمتتون عرض می کنم که در نامه های اداری یا official letters استفاده میشه. در قسمت پایان نامه، یعنی وقتی که ما اون جریان رو گفتیم که اصلا ما برای چه چیزی با شما تماس گرفتیم و داریم برای شما نامه نگاری می کنیم، بعد خب یه سری تشکرها وجود داره و اینکه معمولا حالا میخوام بگیم که خواهش بکنم که زودتر به این مسئله رسیدگی کنید یا من منتظر مثلا پاسخ شما هستم و اصطلاحات از این قبیل که نحوه کاربرد دقیقشون رو الان خدمتتون عرض می‌کنم. خب دقت بفرمایید دوستان، اصطلاح اول زمانی استفاده میشه که ما می‌خوایم یک خواهشی رو بگیم. یعنی من گفتم که من برای این با شما تماس گرفتم، حالا از شما ممنون میشم اگر شما فلان اقدام رو انجام بدید. یعنی این در واقع مثل اینه که توی فارسی میگیم خواهشمند است که در مثلا اولین فرصت فلان کار رو انجام بدید. اون بیان خواهش رو اینجوری شروع میکنیم: I would be thankful. I would be، من خواهم بود، thankful or appreciated. ببین دوستان، thankful یا appreciated هر دو معنی متشکر هستن. من در واقع ممنون خواهم بود if you kindly، اگه شما از روی لطف، اگر شما لطفاً فلان کار رو انجام بده. اوکی، یعنی اون عملی که ازش میخوایم انجام بده، اون اقدام رو در ادامه میاریم. پس این زمانی که ما میخوایم یک خواهشی رو بیان بکنیم، برای بیان یک خواهش هست در واقع. اما جمله دوم، it would be a great pleasure if you، این برای من یک pleasure دوستان میدونید برای شادی، خوشحالی، خیلی برای من یک شادی بزرگ خواهد بود اگه شما، اینم دوستان دقیقا همون کار برده داره. یعنی ما به جای جمله اول جمله دوم میتونیم استفاده کنیم. برای من خیلی در واقع خوشحال کننده است اگر شما لطفا فلان کار رو انجام بدید. پس جمله اول و دوم دقیقا دوستان یک در واقع مفهوم رو دارن و زمانی استفاده میشن که ما بخوایم یک خواهشی رو بیان بکنیم و از کسی بخوام که یک اقدام، فلان اقدام رو انجام بده. اما جمله سوم دقیقا بفرمایید دوستان، این advance، این رو دوستان در پایان نامه می‌نویسیم. یعنی وقتی که خواهشمون رو گفتیم، خب توی فارسی هم همینجوری مثلا میگیم پیشاپیش به خاطر اون لطف شما، توجه شما و زمانی که می‌ذارید مثلا از شما تشکر می‌کنیم. این advance یعنی پیشاپیش دوستان. این advance اصطلاح بسیار پرکاربردی است، یعنی از قبل پیشاپیش. I'd like to present my special thanks. دوست دارم در واقع present دوستان ارائه دادن، تقدیم کردن، دوست دارم تقدیم کنم my special thanks، تشکرهای ویژه‌ام رو، for your time and consideration، برای زمان و consideration دوستان به معنی ملاحظه، توجه، عنایت، لطف به این معنی است دوستان. پس در ابتدا دوست دارم که تشکرهای ویژه‌ام رو به خاطر زمان و عنایت شما تقدیمتون کنم. به این صورت دوستان، پس in advance I'd like to present my special thanks for your time and consideration. consideration دوستان معنی لطف و عنایت هست. اما دقیقا بفرمایید دوستان جمله سوم. خب این دوستان زمانی که ما میخواییم به شخصی که براش نامه مینویسیم اعلام کنیم که من خیلی ممنون میشم که شما زودتر به این مسئله رسیدگی کنید و این مسئله نیاز به رسیدگی فوری داره. خب دقیقا بفرمایید دوستان، I would appreciate your immediate attention to this matter. I would appreciate، یعنی در واقع من تشکر میکنم از your immediate attention، در واقع از attention یا توجه فوری شما to this matter، به این موضوع. پس من تشکر میکنم از appreciate دوستان. ببینید appreciate به معنی تشکر کردن و appreciated یعنی دی در پایش قرار بدیم به معنی متشکر و ممنون است. من تشکر خواهم کرد از در واقع توجه فوری شما، توجه فوری شما به این موضوع. خب یعنی مثلا اگه بخوام ترتیبش رو بگیم، خب اول ما یه خواهشی رو میکنیم. البته دوستان ما نمیتونیم نامه رو کاملا فرمالیته کنیم و فرمول بندی کنیم و این نیست که حتما از اینو باید استفاده کنیم یا دقیقا ترتیبش چطوره. نه، ما در جریان نامه‌نگاری دقیق‌تر باید وارد عمل بشیم تا کاربردهای دقیق‌تر رو بدونیم. ولی اینا رو من پیشاپیش میگم که شما به هر صورت کارتون خیلی راحت‌تر باشه و همیشه خب به هر صورت اینها قسمتی از نامه میتونن باشن. یعنی ما اگه مثلا نامه رو می‌نویسیم، خب اول خواهش می‌کنیم، بعد ازش می‌خوایم که تشکر در واقع توجه کنه به اون موضوع و
پیشا پیش هم خوب تشکر میکنیم. بعد دوستان این جمله آخر دقیقاً آخرین جمله نامه هست، دقیقاً این آخرین جمله نامه هست، یعنی دیگه جمله دیگه بعد از این نمیتونه باشه. دقیقاً بفهمید. I'm looking forward to hearing from you. I'm looking forward. Look forward دوستان به معنی بی صبرانه منتظر چیزی بودن هست، چشم به راه چیزی بودن هست، یعنی میگه من بی صبرانه منتظر شنیدن از طرف شما هستم. حالا درسته هیر ما داریم می نویسیم، اما این جا افتاده دوستان برسو، در نامه همیشه از همون هیر استفاده میشه. پس هیر همون شنیدن در واقع، هیر تو هیرینگ یور فرام یو، در واقع من بی صبرانه منتظر شنیدن از طرف شما هستم.